برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظارگر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سی دی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. بله، یه تلفن داشتم راجب آزمون‌های روانشناسی و فیسبوک هم همچنین آزمون‌های روانشناسی ایژوکیشنال سایکولوژیکال نیرو سایکولوژیکال تستینگ رو شنبه یک شنبه ها انجام میدیم. 4 تا دکتر هستیم و پکیج های بسیار خوبی راجب عدم تمرکز، بیش فعالی و راجب پرسنالیتی خودتون، راجب برنامه ریزی آیندهتون، راجب کارکرد مغز و غیره که میتونیم در شنبه و یک شنبه انجام بدیم، جوابم به شما بدیم. جانم بفرمایید. الو خانم دکتر، سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ متشکرم، ان شاءالله که خوب باشین. خانم دکتر خیلی ممنون از محبتتون، خیلی گوش کردم، خیلی واقعا مطالب جالب بود که واقعا همیشه ما فکر میکنیم خود ما حق رو داریم. درست میگی، همیشه میشه که حق هم به دست کسی دیگه باشه و ما اینو رعایت بکنیم. چیزی گفتیم خیلی موثره. خوشا به حال شما که اینو اذعان میکنید. خیلی یا 95% آدما میگن حق با منه و تبریک میگم بهتون. نگاه و دیدگاه شما اینه فوق‌العاده است، به خودتون افتخار کنید. بله، من با برنامه های شما رو گوش میکنم خانم دکتر، خیلی سعی میکنم که برگردم به اون که واقعا میشه گفت به قول معروف حقم با من ممکن نباشه، نه ممکن، حتما با من نباشه. و گاهی اینو تل خودم میگم. خانم دکتر در مورد تستینگ برای بچه‌ها شما چه وقت دارین؟ گفتم شنبه ها یک شنبه ها و از شهرستان های دیگه هم تشریف میارن، ولی باید هرچه زودتر زنگ بزنن، وقت بگیرن، بگن تستینگی میخوایم که در رادیو تلویزیون گفتید و یه پکیج مخصوصی داریم. قیمت ها معمولا 3,000-4,000 دلار، ما خیلی کمش کردیم، اسپشیال داریم و میتونن دوستان زنگ بزنن. تلفن آفیس رو که زنگ بزنید خانم نیلو تمام توضیحات رو خدمتتون خواهند داد. ممنونم که گفتید. بله. میتونم یه سوال دیگه‌ام بکنم خانم دکتر؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. خوشبختی چی هستش و چه چیزهایی ما میتونیم استفاده بکنیم که خوشحالتر و خوشبخت، مالا خوشبخت و خوشبخت نه، بهتر زندگی بکنیم؟ باشه عزیزم، چشم جواب میدم. ممنونم. یه کاغذ میداد بردارین و بنویسین چون جنرال پرسیدین. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب من سوالها رو جانم بفرمایید. الو، ای وای، بفرمایید. بله بفرمایید. روزتون بخیر خانم. حالتون خوبه؟ روز شما بخیر. خواهش میکنم بفرمایید. عزیزم من یه سوال دارم. من روانشناس هستم و
سالهای قبل در تلویزیون مختلف همکاری کردم. سوالم از شما اینه، اگر که من بخوام یک ساعت از برنامه هفتگی شما رو برای مسائل روانشناسی داشته باشم، اولا دوست دارم بدونم میتونم، اجازه دارم، و اگر اینطوره آیا مبلغی برای سوال میتونم؟ شما لطف کنید گوشی رو نگه دارید، خانم مریم شماره شما رو میگیرن، بعد از برنامه من با شما تماس میگیرم. ممنون میشم. خواهش قطع نمی کنم. اوکی. بله شماره تلفن اینجا افتاده در واقع، اجازه بدید من مینویسم و بله نوشتم. من قبل بعد از برنامه خدمتون زنگ میزنم. مرسی خانم، قیش میکنم، خدا نگهدار. خب خوش ای وای. الو جانم. الو بفرمایید. خوب شما؟ خیلی ممنون. میشه شما گوشی رو نگه دارید؟ بله میتونید نگه دارید؟ بله دوستان نگه دارید. خوشبختی چیه؟ خوشبختی چیه؟ Who is lucky؟ قانونهای ذهنی میگن خوشبختی یعنی مهم، یعنی رضایت، یعنی رضایته. مهم نیست چی داشته باشی، چقدر داشته باشی، کجا زندگی بکنی. یعنی اینکه میتونی تو زندان باشی هنوز احساس کنی خوشبختی براتون عجیب غریبه. یک روز با دکتر حلوی از توفیق اجباری صحبت میکردم، گفتم چطوریه که شما همیشه جواب تلفن میدی خوشحالی؟ گفت من تو زندانم باشم، میگم که الان تو زندانم، بعد این 6 ماه بنویسم یا 3 ماه بنویسم خوشحالی رو برای خودم به وجود میارم. با کسانی در زندان بودن من مصاحبه کردم، دیدم حالشون بعد از هفته اول یاد گرفتن چگونه بهتر باشن، البته کتاب خوندن، مشاوره داشتن و خود شخص، و احساس بهتری داشتن تا کسانی که در قصر زندگی کردن. همه چیز هم داشتن از خدمتکار و غیره و غیره و غیره، و احساس خوشبختی نمی کردن. خوشبختی یعنی رضایت. مهم نیست چی داریم چی نداریم، اینه که از همونی که داریم راضی هستیم یا نه. وقتی آدم ها خیلی چیزا رو دارن اما باز اون احساس خوشبختی رو ندارن، باید نگاه کنن ببینن که من تو انتظارات من چیه، من چقدر در گذشتمم. زندگی مجموعه از لحظه هاییست که ما هستیم، همین لحظه که هستیم، بعد لحظه بعدی و بعدی و بعدی. و پس اگر من این لحظه رو از دست میدم، اگر من این لحظه رو از دست میدم و قدرش رو نمیدونم، وقتی با عزیزم هستم، روی آیفونم و آیپدم و رو کارهای دیگم هستم و حواسم نیست بهش، توجه نمی کنم، پس من آدم خوشبختی نیستم. وقتی من دارم یک سیبی رو گاز میزنم و به این سیب نگاه نمی کنم و لذت نمیبرم و رنگ و بوش و قشنگی و چه خوشبختم که من دندون دارم، چه خوشبختم سیب رو گاز بزنم، چقدر لذیذه. به همین سادگی، به همین سادگی بعضیا آب سیب هم نمیتونن از گلوشون بره بالا و ثروت‌های فراوانی دارن. پس ما باید راضی بودن رو تمرین بکنیم تا در لحظه حال باشیم، تا در لحظه راضی بودن باشیم. و اگر یه استادی میگفت اگر کسی تصمیم بگیره فقط توی لحظه اکنون راضی باشه، لحظات بعد و بعد و بعدم همجور راضی خواهد بود. و بعد میدونی چی میشه؟ همش راضی خواهد بود. فقط برای راضی شاد بودن اینه که تلاش کنیم چیزی که داریم خوشحال باشیم. و همینجور که الان یاد میگیریم، الان خوشحالیم، در لحظه بعد خوشحالیم، راضی نیم، 5 سال 10 سال شد ما همینجور راضی هستیم. البته موضوع هایی پیش میاد که ما رو ناراحت میکنه، موضوع هاییست که مطابق میلمون نیست و حتما قراره یاد بگیریم چگونه اونها رو حل کنیم. شاه کلید و کلید دستمون بگیریم. لحظه من میگم لحظه اکنون لحظه ابدیه، برای اینکه همینطور میتونیم تا ابد راضی باشیم از اون چیزی که داریم. برای اینکه خوشحال باشیم در لحظاتمون، اینو که میخوایم مراقبه انجام بدیم، تجزیه تحلیل کنیم، هر شب بنویسیم که امروز چه اتفاقی افتاده و من چه عملی داشتم و چگونه از اون انرژیم استفاده کردم، چگونه از صبح که بیدار شدم
زمانی که دارم مسواک میزنم، زمانی که دارم صبحونه میخورم، چگونه فکرم هزار جا هست جز جایی که قراره باشه، زمانی که دارم با بچه‌م حرف میزنم فکرم کجاست، زمانی که دارم به همسرم خدافظی میکنم فکرم کجاست، و به طور کلی چقدر در لحظه زندگی میکنم. از همون چای ریختن، از همون صبحانه خوردن، از همون استکان رو دست گرفتن و و غیره، چگونه توجه دارم و در لحظه زندگی میکنم. و مراقبه کردن خیلی کمک میکنه، یوگا کردن خیلی کمک میکنه. و شما هم یک نفس عمیق بکشید آقایی که منتظرید، من میدونم منتظرید، در لحظه باشید، برمیگردیم خانم مریم، برمیگردیم.